بینندگان عزیز، در این قسمت برنامه در خدمت آقای دکتر صدارت در آمریکا هستیم. آقای دکتر، سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمتتون. سلام شما و درود به همزبانان و هموطنان عزیزم. خیلی خوشحالم که در خدمت بینندگان محترم هستم. خیلی ممنونم که باز دعوت ما رو پذیرفتین. آقای دکتر، به دنبال این اعلام این توافق ابدیه هسته‌ای در لوزان سوئیس چند هفته گذشته، شاهد جشن و پایکوبی بخشی از هموطنانمون در جاهای مختلف ایران بودیم، هرچند که جمعیت خیلی زیادی نبودن، اما این یادآور جشن و پایکوبی هایی بود در دیگر مقاطع تاریخی 10-15 سال 20 سال گذشته، که مثلا وقتی آقای خاتمی انتخاب شدن و دوباره تجربه آقای خاتمی رو هم داشتن دوباره وقتی انتخاب شدن، و یا بعد از انتصاب یا انتخاب آقای روحانی به ریاست جمهوری. به این فکر افتادم که مدتی پیش شما یه مجموعه مقالاتی تحت عنوان تحلیل روانشناختی بخشی از جامعه ایران نوشتین و به نظر میاد که مقاله تحلیلی بسیار جالبی بود و به نظر میاد که این هنوز موضوعیت داره. از این نظر مزاحمتون شدیم که در این زمینه صحبت کنیم با هم و برای همیانندمون. بله، خیلی ممنونم. فکر میکنم که این مقدمه ای که شما فرمودید رو اگه بخواید بحث بدیم، فقط به امروز هم مربوط نمیشه. همونجوری که شما گفتید، اینا چندین ساله که داریم این حرف رو میزنیم با هم دیگه و به صورت نوشتن بالاخره درش آوردم. همونجوری که فرمودید، مسئله گروگان ها رو ما از همون اول مخالف بودیم و ولی به ما انگ لیبرال میزدن و میگفتیم گروگان ها باید آزاد بشه و بالاخره آزاد شدند و در شکست این جام زهرآلود اول. مسئله جنگ رو ما میگفتیم که بایستی که هرچه زودتر اینو از ادامهش بکاهیم و خاتمه بدیم و صدام حاضر بود و ما برچسب سازشکار و غیر انقلابی و اینجور چیزا میخوردیم و بالاخره جام زهرآلود دوم رو بعد از 8 سال نوشیدن و جام زهرآلود سوم رو هم که نوشیده شد. توجه داشته باشید که از همون ابتدا ما میگفتیم که لزومی نداره که کشوری که روی اقیانوس نفت و گاز هست و بی نهایت انرژی های تجدید شونده در اختیارش هست، لزومی نداره با این همه ضرر به انرژی هسته‌ای دست بزنه. ولی متاسفانه کسانی که میگفتن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، به ما باز انگ به اصطلاح وطن فروشی و غیره زالک میدادن. ولی حالا که در واقع همون چیزهایی که ما ظرف این چندین سال میگفتیم که بایستی که انجام بشه رو و در خشونت زدایی مایل بودیم که انجام بشه و در پیروزی، این آقایان در شکست و به یه شکلی در خشونت گستری انجام دادن. دیدید که آقای نتانیاهو و دست راستی های امریکا و اروپا چه موضعی گرفتن. خب حالا سوال شما رو اینجوری جواب دادم با توجه به مقاله‌ای که مورد نظر شما هست، اینه که چطور میشه که در این بزنگاه های تاریخی که شما بردید عقب‌تر و من بردم تا از اوایل انقلاب و گروگانگیری، چطور میشه که یک جامعه این گونه عکس‌العملی از خودش نشون میده؟ چجور میشه که یک جامعه تصمیم میگیره که اینجور که برای شما به طور خلاصه شرح دادم به اصطلاح عکس‌العمل نشون بده و کنش انجام بده؟ خب این اگر که سخت باشه تمام جامعه رو مطالعه کرد، یک جوری که میشه راحت اون رو بررسی کرد اینه که ببینیم که جامعه رو یادآوری کنیم که جامعه رو افراد هستن که تشکیل میدن و این افراد وقتی که به بررسی اونها بپردازیم، اون وقت مشخص میشه که یک کنش یا واکنشه یک فرد چگونه میشه و بر چه اساس و عواملی است و در نتیجه بگیریم که چگونه یک جامعه از خودش واکنش نشون میده و بر اساس اون حتی بتونیم برای نه تنها تحلیل گذشته بلکه در حال عمل بکنیم و در آینده سرنوشت بهتری رو برای خودمون بسازیم. خب یک انسان بر چه اساسی هست که عمل میکنه؟ در درجه اول اندیشه راهنماست. اینه که در این مغز هر کسی، این در این سخت افزاری که به اصطلاح مثل یک کامپیوتر وجود داره، چه نرم افزاری گذاشتن و اون نرم افزار با بخوایم به اصطلاح از لغات متداول استفاده بکنیم، بنمایه تفکر و تعقل هست، اندیشه راهنما هست که آیا اون نرم افزار، اون
اون مایه تفکر و تعقل بر اساس اصالت قدرت و موازنه وجودی است، یا اینکه نه درست برعکس، بر اساس اصالت آزادی و استقلال است و موازنه منفی. این یکی. عامل دوم، عامل در واقع دانسته ها و دانش ها و وجدان، به یک جمله یک کلمه بخوایم به اصطلاح راجبش صحبت بکنیم، اون وقت این وجدان رو، این عامل دوم رو به سه عامل کوچکتر میشه تقسیم کرد: عامل یا وجدان تاریخی، وجدان علمی و وجدان اخلاقی. اینی که مثلا دانسته های تاریخی ما به ما میگه که آیا مصدق که اسطوره‌ای شد، یک قهرمانی شد در تاریخ معاصر کشور ما، خب بر چه اساسی شد که قهرمان شد؟ ما چرا نتوانیم قهرمان بشویم، هر کدوممون، هر کدوم تک تک ما، و ببینیم که آیا بر اساس توازن قوا بود این کار رو کرد آقای مصدق، این دانسته های تاریخی است دیگه، یا این که نه بر اساس موازنه منفی و عدمی بود. در مورد مثال دیگه، عامل دیگه، وجدان علمی، که آیا بالاخره انرژی هسته‌ای حق مسلم ما هست یا نیست، یک امر، یک به اصطلاح جمله علمی و صحیحه و یک جمله ضد علمی و غلطه، همونطور که جلوترم توضیح دادم. و سوم، وجدان اخلاقی، اینه که مثلا در بزنگاه تاریخ که بایستی که بریم مثلا به صندوق‌های رأی‌گیری و آیا برویم یا نرویم، آیا مشروعیت بدهیم به این نظام یا ندهیم، اینه که زبان دوگانه و غیر اخلاقی داشته باشیم، به خود و به دیگران دروغ بگیم که بله ما واقعا نمیخوایم این رژیم باشه، ولی الان بین بد و بدتر رو مجبوریم یکی رو انتخاب بکنیم. آنچه که در همونجور که شما گفتید انتخابات خامنه ای، آقای خاتمی اتفاق افتاد، و بعد در پس اون در انتخابات آقای روحانی. حالا تمام این عواملی که عرض کردم، اون چیزی که به اصطلاح حکم فرما هست به همش، عامل بعدی است و اون عامل روانشناسی انسان. اینی که آدم در چه حال و روحیه ای باشه، اینی که آدم شاد باشه، امیدوار باشه، یا یعنی اینکه برعکس غم زده و افسرده و مضطرب باشه. این عامل حکم میکنه که اون عوامل دیگه که برای شما عرض کردم چجور در عمل اون رو بروز بدن. اینه که یک شخصی ترسیده باشه، غم زده باشه، مضطرب باشه، دیپرست باشه، اون وجدان تاریخیش، اون وجدان اخلاقیش، اون وجدان علمیش تحت تاثیر قرار میگیره با توجیهاتی که برای خودش میسازه. اندیشه راهنماش هم تحت تاثیر قرار میگیره با توجیهاتی که برای خودش میسازه، وگرنه آزادی و استقلال هستش که ذاتی بشر هست و نه قدرت. اصالت قدرت باور دروغی است، اصالت استقلال و آزادی است که باور ذاتی و حیاتی انسان هست، ولی توجیه برای خودش میسازه که بایستی که یا به غرب مراجعه کرد، یا به شرق، یا روسوفیل بود یا انگلوفیل اونجور که در زمان مصدق بود، الان هم همینجور، یا باید به قدرت داخلی مراجعه کرد یا به قدرت خارجی. قدرت داخلی مراجعه کرد یعنی بشه اصلاح طلبی، که به خودت باور نداشته باشی، بایستی که مسئله رو از طریق قدرت حل بکنی. ولی در صورتی که با اعتماد به نفس فردی، با اعتماد به نفس جمعی، یعنی با شادی، با امید، با پرهیز از غم، با دوری از غم، با نداشتن اضطراب، با نداشتن افسردگی، بتونه که این شخص این به اصطلاح از این دانسته ها و اون به اصطلاح دو عامل دیگه ای که براتون عرض کردم اونها رو به کار ببره، برای اینه که در ساختن سرنوشت خودش در اون فضا خلأ رو ایجاد نکنه که زورپرستان بیان اون رو پر بکنن و اون چه که خودشون میخوان برای ما سرنوشتی رو رقم بزنن. خب حالا ما از اول در همین در مورد مسئله اتمی میگفتیم که بایستی که این سایت ها اصلا تعطیل بشه، چه لزومی داره اینا رو داشته باشیم، ولی اینها با گلاویز شدن با قدرت ها برای اینه که بتونن در داخل سرکوب بکنن احتیاج داشتن به این بحران. خب حالا این چه شباهتی میتونه داشته باشه؟ چرا غم زده هستیم؟ چرا جامعه ما غم زده است؟ برای اینه که بتونیم این رو مشخص‌تر و راحت‌تر درک بکنیم، در اون مقاله‌ای که شما فرمودید، من
مثال بارز و ملموسش رو در یک زندانی سیاسی و اونم نه در یک هر زندانی سیاسی بلکه در یک زندانی سیاسی شکسته شده تعریف کرد. یعنی چی زندانی سیاسی شکسته شده؟ یعنی زندانی سیاسی دگراندیش که با خاطر عقایدش اینو کردن تو زندان در سلول انفرادی، شکنجه، شلاق، داغ، درفش، که چه کار بکنن؟ که انتقام بگیرن؟ یا اینکه نه، که اون شخص رو، اون زندانی سیاسی رو تبدیل بکنن به یک ربات، به یک آدم آهنی، به یک کامپیوتر، به یک ماشینی که اون جوری که بازجو میخواد عمل بکنه. بازجو چی میخواد؟ بازجو میخواد که بیادش که مثلا اعتراف نامه بنویسه. بازجو چی میخواد؟ شکنجهگر چی میخواد؟ که بیاد پای تلویزیون اعتراف بکنه. دقیقاً اون جوری که رول بازی بکنه، نقش ایفا بکنه، مثل یک تئاتر نقش ایفا بکنه و بگه دروغ همش، بگه که من عامل مثلا امریکا بودم، من جاسوس اسرائیل بودم، اصلا ما اومدیم که این مثلا اسلام و مسلمین رو از بین ببریم و تمام چیزهای دیگه که هموطنان عزیز ما رو مجبور کردن توی زندانها با شکنجه هایی که شدن بیان و به اصطلاح اون کارا رو انجام بدن. یعنی در واقع اون شخص شد عامل دست شکنجهگر، عامل دست بازجو. خب آیا جامعه ما، حالا جامعه یه مقدار اغراق هست، بخشی از جامعه ما عامل دست رژیم هست یا نیست؟ آیا بخشی از جامعه ما در پیشبرد شعار حفظ نظام از اوجب واجبات هست با آقای خامنه ای هم صدا نشده؟ جوابش این است که شده. حالا باید ببینیم که چرا. یعنی در واقع همونجور که اون زندانی سیاسی شکسته شده با شکنجهگر و بازجوی خودش هم صدا میشه و میاد اونی که میخواد بگه رو میگه، اون چیزی رو که بازجو دلش میخواد، اون کاری که بازجو میخواد بکنه رو انجام میده، حالا در به اصطلاح مراحل بسیار مختلف. یه کسی شکسته میشه، منفعل میشه در زندان یا حتی خودکشی میکنه. یه کسی شکسته میشه، میاد امضا میکنه زیر ورقا رو. یه کسی شکسته میشه، میاد تلویزیون و مصاحبه میکنه و اون چیزی که اونا میخوان بگن میگه به دروغ در مورد خودش و دیگران. یه کسی شکسته میشه، خودش میشه بازجو. یک زندانی شکسته میشه، خودش میشه شکنجهگر. یک زندانی شکسته میشه و خودش میشه تیر خلاص زن. کما اینکه در اوج خشونت‌های فاجعه ملی دهه 60 این رو متاسفانه دیدیم. خب در جامعه چطور؟ بعضی از هموطنان رو که آدم میبینه انگار که واقعا در قلب خودشون، در مغز خودشون یک سرباز گمنام امام زمان رو تعبیه کردن. یعنی شدن چی؟ یعنی شدن وسیله دست اون سرباز گمنام امام زمان خیالی که در مغز و قلبشون تعبیه شده، درست مثل همون زندانی شکسته شده. آن می کنند که رژیم می خواهد. رژیم می خواهد که بگیم که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. می گوید اگر شما اعتراض بکنید، شما وطن فروش هستید و عرق ملی و میهنی ندارید. شما درک نمی کنید که در مقابل اصلاحی، در توازن قوا دیگه، باور به اصالت قدرت، در توازن قوا باور دارد که چون اسرائیل اسلحه اتمی دارد ما هم باید داشته باشیم. اگه شما بگید نه نباید داشته باشید، میشید غیر میهن پرست. آیا دکتر ببخشید، این لزوما آگاهانه انجام نمیشه، درسته؟ کاملا. اون خیلی نقطه به اصطلاح مهمی رو دست گذاشتید. اون غمی که، اون افسردگی که، اون استرابی که توی ذهن و دل، قلب و روح یک انسان به لحاظ بیولوژیکی، اینا یه چیزای اصلا ارزشی به نظر من نباید بهش نگاه کرد. این یکی از اشتباهاتی که به میشه از همین ابتدا انجام داد اینه که با تحقیر و توهین وارد واکنش بشه آدم با کسانی که مثلا ما میان توی خیابون رقص و آواز میکنن به خاطر اینه که یک توافق شکست آمیزی و در خشونت گستری بسته شده و میپذیره که این
بازجوهای جامعه در سطح بزرگ بهش دروغ بگن، همونجور که بازجو در داخل زندان در سطح کوچیک به یک زندانی دروغ میگه. این یک واکنش های هورمونی، چون نورو هورمون های آدم یک اتفاقاتی میفته. شما ببینید مثلا یک کسی که بیخوابی میکشه، شب خسته است، سر کار یا کشی که یا هر چیزی که هست، صبح یک آدم دیگه است. یک کسی که مثلا گرسنه است، دیرش شده نتونسته غذاشو بخوره، اصلا ممکنه یه خود تحریک پذیر و عصبی باشه موقعی که گرسنه است، غذاشو بخوره یک ساعت نیم ساعت بگذره دوباره حالش خوب میشه. اینا نمیشه ارزشی نگاه کرد و قضاوت کرد راجع به اون شخص در حال گرسنگی و یا بیخوابی. در مورد فشار همینجور، بچهش مریضه، از کار بیکار شده، فشار اقتصادی بهش هست، یک تصمیم هایی میگیره که اصلا اون شخص نیست، یک آدم دیگه ای. اصلا خود اون شخص بشینه کنار نگاه بکنه این فرد رو اصلا نمیشناسدش، در صورت که خود اون هستش که این کار رو داره انجام میده. یک واکنش های بیولوژیک هستش که اینا تحقیقات زیادی روش شده در همین امریکا، روانشناسا، روانپزشکا، که چجوری میشه جامعه رو و یک زندانی رو به اون سمتی که میخواهد زندانبان سوق بدهد. اینا خودش واقف نیست، همونجور که شما به درستی گفتید. خب چجوری میشه در یک زندانی برگردیم در سطح کوچیک و بیاریمش در سطح جامعه؟ با زندانی چیکار میکنن؟ در ابتدا میکننش توی یک زندون انفرادی. یعنی چی؟ یعنی تمام راه‌های ارتباطی رو، تمام رسانه‌هایی رو که در اختیار یک فرد هست رو بهش می‌بندن. همچین می‌بندن که اصلا معلوم نیست براش که الان شبه یا روزه. در یک سلولای تاریک، در اون سیاه‌چال‌ها، اصلا این تمام واکنش‌های بیولوژیکی که بدن انسان لازم داره گذشت زمان در اختیارش نیست دیگه. نمی‌دونه الان شبه یا روزه، چند روز اینجاست، چند هفته است، چند ماه اینجاست. هیچ خبری در اختیارش قرار نمی‌گیره. تنها راه ارتباط با برای اطلاعات بازجوش هست. در چه حالی؟ در حال شکنجه، در حال استرس، در حال فشار روحی. و اون فشار روحی برای راز بقایی که در همه ماها وجود داره به درجات مختلف، واکنشی که در اون شخص انجام میگیره اینه که میپذیره که این شخص، این بازجو، اونی که بهش میگه واقعیته. خب در جامعه اینطور نیست. در مورد زندانی به اصطلاح سلول انفرادی گفتم. آیا واقعا جامعه ما، ملت ما در یک سلول انفرادی نیست با این صدا و سیمایی که وجود داره، با این سانسوری که وجود داره، با این تهاجم خبری که وجود داره، در بیخبری، در ضد اطلاعات، در سوء اطلاعات به خورده مردم دادن، درست مثل یک زندانی سیاسی در یک سلول انفرادی، در بیخبری کامل. در مورد فشارها عرض کردم. کی هست که ندونه فشار اقتصادی بر توده جامعه ایران کمرشکنه؟ کی هست که ندونه که هر شخصی که از خونه میاد بیرون، یا عزیزترین هر شخصی که از خونه میاد بیرون، این دخترش، این پسرش، شب آیا سالم میرسه به خونه، یا اینکه به روش اسید میپاشن یا میگرن میبرنش اونجایی که اصلا معلوم نیست کجا هست؟ اینا فشاره. کی هست که در این شرایط فشار و تنگنا شب راحت بتونه تا صبح بتونه بخوابه؟ یعنی در واقع اون بیخوابی که زندانبان در و شکنجهگر در سلول انفرادی به زندانی میده، به جامعه هم به یه شکل دیگه ای داده میشه. خب اینا اون وقت اثر میذاره در جامعه، اونا اثر میذاره در توده مردم، و اون وقت چیزی که به وجود میاد در واقع همون طوری که در یک زندانی سیاسی به وجود میاد، این هستش که شروع میکنه به تجدید نظر در دانسته های خودش، در اون وجدان هایی که عرض کردم. وجدان تاریخی رو میبره زیر سوال، میگه بابا مصدق اگر که احیانا ساخته بود با انگلیس ها یا با روس ها یا با اینا، ما الان وضعیتمون این شکلی نبود. نمیگه که اگر ساخته بود که اونا مصدق نمیشد که، میگه که بنی صدر باید میشد مثل خاتمی، اگر که خاتمی، که اون تازه آقای خاتمی اگه یادتون باشه انتخاب شده بود، میگفتن که این خوبه، این شد گورباچوف ایران. دیدیم که چی شد بعد از 8 سال گورباچوف، آقای خاتمی خودش رو تدارکاتچی خورد. خب اگه بنی صدر میکرد همون کاری که در اوایل انتخاب شدن آقای
خاتمی بهش می اومدن و می گفتن، خب اون دیگه بنی صدر نمی شد. بنی صدری که بعد از بیش از 3 دهه حالا بهش مراجعه می کنن، همون کسانی که 3 دهه سانسورش کردن که بیاد سخنگویی جنبش رو برای گذار از رژیم ولایت مطلقه به عهده بگیره. خب ماه زیر ابر نمیمونه و این خشونت ها رو همونطور که در به اصطلاح جلسات قبل هم به مناسبت های مختلف برای شما عرض کردم، اینها رو نمیشه تا ابد ادامه داد. دامنه خشونت رو، میزان خشونت رو به تدریج باید ببری بالا به عنوان یک مستبد. حتی اگر این منحنی صاف بشه، نه اینکه بیاد پایین کم بشه خشونت، جامعه شروع میکنه به بلند شدن و سر و صدا کردن، ولی همش هم نمیتونه خشونت رو ببره بالا. مثل اینه که این تحریم های اقتصادی، خشونت اقتصادی که به کشور داره میشه رو دیگه از این بیشتر دیگه چیکار بکنه؟ نمیشه که. مجبور شده دستش تو هناس آقای خامنه ای که مجبور شده جار زهرالود رو بنوشه. حالا در این موقع یک به اصطلاح بازبینی وجود بایستی که وجود داشته باشه در همه ماها، من، شما، بینندگان محترم و بقیه، برای اینکه از این سرنوشتی که برامون درست شده در این 1 دقیقه که برای من مونده این رو خلاصه بکنم، اینه که ببینیم که چه جوری میشه این غم رو تبدیل به شادی بکنیم، این افسردگی رو تبدیل به نشاط بکنیم، این اضطراب رو تبدیل به امید بکنیم. اون وقت هستش که میتونیم سرنوشت بهتری رو برای خودمون بیافرینیم. آقای دکتر، آقای دکتر ببخشید صحبتتون قطع میکنم چون وقت ما رو به پایان است. اولا بخواستم خواهش کنم که بازم به این مطلب بپردازیم چون مطالب خیلی مهمی رو مطرح کردین و در مقاله گزارش تحریریتون مطرح کردین. اگر اجازه بدیم میخوام اینجا تموم کنم و که برای گفتگوی آینده اگر اجازه بدیم بهش بپردازیم. این است که 30 خورده سال فشارهای گوناگون بر جامعه، همونجوری گفتین طبیعتا جامعه از افراد ساخته شده، بحرانهای مختلف، فشارهای مختلف، جنگ، خطر حمله نظامی، بنابراین یه بخشی از شادی مردم، جشن و پایکوبی مردم میتونه و حتما ناشی از این است که احساس میکنن که شاید بخش عمده ای از این فشارها داره کم میشه. اما من سوالم این است و میخواستم با اینجا تموم کنم. یه بخشی از این شما در این مقالتون میفرمایید که یکی از کارهایی که زندانبان با زندانی میکنه این است که با منزلت زدایی، شأن زدایی، کرامت زدایی و توهین‌های مکرر و همراه با ارهاب و آزارهای جسمی کم کم به بعضی از زندانیان احساس واخوردگی و سرخوردگی دست می‌دهد و شروع به سرزنش خود می‌کنند. کم کم به آرمان‌های خود و نظام ارزشی خود مشکوک می‌شوند. به تدریج از سر مواضع خود به عقب گام برمی‌دارند و هر روزی را در زندان و حتی بعد از آزادی و خارج دیوارهای زندان میپذیرم. من میخواستم خواهش کنم که با توجه به این عرایزی که بنده کردم، یکی این که خب چرا بخشی از مردم میتونن شاد باشن از اینکه این احتمالا این فشارها کم خواهد شد، و به ویژه این بخشی از مطلب شما که خوندم گفتگو آینده رو شروع بکنیم اگر اجازه بفرمایید. بله خیلی هم خوبه. این در تایید فرمایش شما، این رژیم و اون زندانبان به مرگ میگیره که آدم به تب راضی بشه، و اگر که یه تب 42 درجه هم داشت شادی و سرور بکنه و بیا تو خیابانها برقصه. و همونطور که گفتم بیولوژی انسانه، و با این شعر فکر میکنم که ختم بکنیم قضیه رو و راجبش صحبت بکنیم دفعه بعد، که چون تو را غم شادی افزودن گرفت، روزه جانت گل و سوسن گرفت، آنچه خوف دیگران آن امن توست، بط قوی از آب و مرغ خانه سست. این به اصطلاح اقیانوس آبی که برای شنا کردن به سمت آزادی و استقلال و مردم سالاری در اختیار ماست، آیا ما بط مرغ خانگی هستیم یا بط هستیم؟ این رو تصمیمش با ماست و
از اینه که غم شادی افزودن بگیره برای ما، اونم باز تصمیمش با ماست، که امیدوارم که فرصتی باشه که در خدمت هموطنان و همزبانان عظیم به بحث حتما در خدمتتون به این بحث ادامه خواهید داد. خیلی سپاسگزارم از وقتی که